Bismillahirrahmanirrahim. Maç tribününe de haberim var. Ne mi şey yanıçı? Ne mi denem filan karı ne mi tönem ne mi işi ne mi işi malı sursane? Hame çin işi. Ayman dost, benim hastan tamamen istemez. Ben evvelen tu cümelatım menem becem pozeş mi talabam. ولی من از امزاده موقعی چی بچه 7 سال موندم تازه چی نشستم یه فکر چی کار کنم همین روزا چلم توشم در من اول 65 سال سن دارم ولی من سن نمیدونم من به هر چی چهارصد و بیست کیلو بیت زدم یه زن من دارم خب از بنابراین نشناسم چرا ما آینده مملکت این مملکت آینده ما آقا ما تا آخر اینجا صحبت کنیم بفهم هر سوال داره بفهم من ازت نمیترسم احترام تو دارم ولی نمیترسم یه سوال خیلی مهمه الان شما به تو میگم صفر یه شرایطی شده خدای نکرده خدای نکرده میگم صفر هیچی نداری ولی تمام اون دانش و اطلاع و تجربه رو دارید از کجا شروع میکنید با صفر ولی با اون اطلاع رو دارید یه سوال فرموده شد قبلا من تکرار گفتم دو من در تازه شروع میکنم تازه روزی میسام از میکنم شما فکر میکنم از این زاده بازنشست میشیم نه من از خدا خواستم به خاطر اون از هم بسم الان آقای مهندس منم تازه تونستم چه نتکنی والا بهش سلامتی دادی چه نتکنی را کرده این باعث تقدیر باید کرد از این مد باعث افتار مملکته بخواهم عزیزی من موقعی که دیدید یه کار دست زدید بعد آوردید بعد عمرتون رو نفروشه کارمند نشه فعال اقتصادی باش اما نمونه ایسه نمیشه به گل رسی نردوان رو پله پله میرم بالا ولی از من عظیمزاده یاد بگیرید من ترجمه رو به شما رایگان در اختیار میذارم اما به 10 میلیارد باید این بزنی خواهی سلام ها نردوان شنگ باشه هم بکنم 10 میلیارد زشت هم دقیقا 20 باشه آره بس بنابراین موقعی که یک جوون اراده کنی اولا اون جمله رو فراموش کن من چیزی ندارم نمیتونم من از کجا بیارم آقا نمیتونم یعنی چه نمیشه یعنی چه قطعا بگو من میتونم اون روز یک جوون اومده بود که باید از بزاده هیچ همیشه خودت خود ناامید نکن ناامید بکنی هیچ وقت دستت به کار نمیره هیچ وقت دنبال دود نرو هیچ وقت دنبال تفریح بیخوده نرو برو دنبال تفریحی که آینده داشته باشه بابا من از اون زاده به خدا دیروز صبح
چهارونیم رفتم شمال ده دقیقه به حق پروژه بودم خب شمالی هم از خب بیدار نشد مهندس هم از خب بیدار نشده بودم ایست کار داشتم انجام دادم شب ساعت یازده اومدم خب بعضی میگن روزی را خدا میرستم آقا روزی را خدا میرستم به کدوم تلاش تلاش که شما بخواهید از امزادیش ده ساعت بداری نداشت اینطوری نمیشه شما حرکت کن خدا هم برکت میده بشین تو خونه به خدا از پشت بود میان دارزه روزی میاد نه روزی اینجوری نمیاد آقا ما سخنرانی داریم و صحبت داریم چطور به دوست داری شما؟ تا به اینا بسیار صحبت دارم دینا و میدواره بده دوست داری نگاه بدن؟ دست بزنه بده خون بابا خون اینجا دوست داریم داده بهتر صحبت باش انرژی باید بدین آقای عزیزاده یه سوال پاس کنم جان برشما خب یه سوال سوال خیلی کلیدیه به نظر شما توی شرایط الان راحت تر آدم به 10 میلیارد تومان سرمایه برسه یا زمانی که شما شروع کردید؟ الان راحت تر چه؟ اون موقع امکانات نبود، اون موقع گوشی آیفون نبود، الان موقع چه موبایل اومد؟ فقط گوشی بود الان موبایل هم موبایله، هم تلویزیونه، هم نمیدونم چند تا کارهای مختلف انجام میده امکانات از الان میلیاردر شدن چیزی نیست خیلی راحته میلیاردر شدن این ناپخوردنه برای چی میشید نمیشه آقا نمیشه که فراموش کن راحت آقا گذاشته بودن اینجاست آقا پس من میخوام ببینم که جرأت داره بگه و نمیشه کسی هست؟ خب عزیزم من این روز اومدم بله من این روز اومدم اینجا برای عرض‌ادب چون به من موقعی چی میشن جوانها من اصلا کارم داشته باشم جلسم داشته باشم چانسی میکنم احترام جوانها به من همیشه داشته باشم به من رای میدم عزیزم ما این روز اومدیم برای عرض‌ادب و بیاییم به عنوان که تجربه چه بالاخره تو این چند سال به دست آوردیم و بیاییم این مهارت هایی که یه ذره آشنایی داریم به شما توصیه کنیم که این کارا رو انجام بده تا موفق بشه مهارت یعنی چی؟ مهارت داریم داشتن خلاقیت، نوآوری اگر یک کارآفرین نوآوری بلد نباشه یک کار جدید خودش اختراع نکنه این نمیتونه بشه من کارآفرینم ما تو کشور خیلی کارآفرین داریم همشون هم از من هم محترمم هم معتبرم در راستش آقای مهندس سلیمانزاده چه افتخار آذری هست ما از منم هم خوشتلتر هم پولدارتر هم رو دوست داشتن ببین موقع چی بیاد یه نفر بهشی خلاقیت داشته باشه یک کار نوآوری را خودش ایجاد کنه فقط خودش این کار به دست آورده و آورده در همه عموم کشور این ارائه داده من از امزاده از کجا شروع کردم همه تون میدونید بالاخره بیوگرافی من خوندید به بعضی ها میگن معظم زاده حتما با آقایون با همه به قرآن نه نیستم خب به همه احترام داره قائل من ولی من هیچه من 44 سال انقلاب شده بانک آنلاین از بانک مرکز استعلام کنم $1000 از دولت من پول نگرفتم خب من ولی خب تاجرم بیزنسمنم پول در آوردن بلدم اومدم فرش جلد را 3000 سال فرش تاریخ داره 3000 اندی سال فرش ایران تاریخ داره اومدم من فرش جلد را
شما اگر نگاه کنی گوجه رو سرچ کنی به اسم خودم هم ثبت شده. رفتم سوئیس 19 سالم بوده. اون موقع نه آلمانی بلد بودم، نه انگلیسی، نه ایتالیایی. الان چهار ترجمه قاطی میکنم از توش که ترکی در میاد. اون موقع هیچی بلد نبودم. بلند شدم رفتم آلمان، اونجا به یه دوستم گفتم چون موقع دوبه نمیدونم شیخ زاید فلانی 1300 تا هتل این چیزا نبود، یه برج دیره بود یه بازار مرشد. میرفت اونجا طوفان میشد ماسه چشاتونو پر میکرد، ولی عرب های پولدار میومدن ژنو. بلند شدم رفتم آلمان، اونجا به دوست پسرم گفتم چی به من یه ویزا بگیر برم ژنو. گفت ژنو برای چی؟ گفتم میخوام کشور پیشرفته است برم ببینم. گفت شما زبان اونجا کسی نداره؟ گفتم نه. گفت زبان چی بلد نیستی؟ گفتم نه. گفت شما چه جوری؟ گفتم اشکال نداره، شما بریم فردا به من ویزا بگیر میریم. فردا رفتم ویزا گرفتم، اونجا به من سفارت سوئیس گفت برای چی میری؟ گفتم کشور شما پیشرفته است، میخوام برم ببینم. یه ویزای سه ماهه دادی من 24 ساعته رفتم برگشتم. رفتم اونجا یه نفر به من گفت آقا برای چی اومدی؟ یه پشت فروش بود، آشنام نبودم و کارت ویزیت شو رفتم داشتم. رفتم جلو مغازش قدم میزدم، اومدی گفت شما ایرانی؟ گفتم بله. گفت چه عجب اینجا؟ گفتم اومدم یه سری کار یاد بگیرم. گفت چه کاری؟ گفتم میخوام کارخونه تولید فرش بزنم. گفت چی؟ بیا بشین. نشستم پذیرایی کردم. مغازشم الان یک چهارم مغازه فروشگاه فرشته من بوده اون موقع. شده یه پیراول 100,000 تومانه. با همه 100,000 تومان رفتم میشم خواستن توانستن است. همه چی را 95% نسیه خریدم. الان تهران رو بدم من نسیه میخرم. میفرود نصفش میفروشم، نصفش میمونی به من. عرض به خدمت اومدم چیکار کردم؟ آقا یه کارخونه زدم و 100,000 تومان. کار 5,000,000 تومانی اون موقع را شروع کردم. اون موقع 5,000,000 پول بود. دلار 17 تومان 2 گرم بود. اومدم آقا کارخونه را عجب یه ذره به مشکل میخورد. بیچاره میشدم. هر شجر اول یه جره. 3, 5, 7, 9, 11, 13 اینجوری میره باز میشد. این گچ از اینا باخته شده بود به جایی که 4 تا گفته بود 29 تا فرش جلد زدم. حتی 10 درده هم زدم دوتا. اومدم چی این کار کردیم چیکار چاش رو پیش فروش کردم به اینا 12.5 میلیون تومان. اینا ما رو دعوت کردن خیابان امرآباد، اونجا یه مهمونی داده بود به فامیلش عروسی کرده بود. من بچه روستا سومین بارم به تهران می اومدم. وارد خونه اینا شدم، من دیدم این خانم ها اینجا همه شیمی دختر من هم. من معذرت شدم از خانم ها. من دیدم که بابا اینجا یه سر نفر مهمون داشتن. دیدم خانم ها یه لباس های پوشیدن، من بچه روستا این رو ندیدم. نمیدونم خیاط پارچه چم آورده بود یا چی بود. عرض به خدمت با این چی 20 سالم بوده، ولی چشم به خانم و دختر نبود. چشم دنبال اون 12.5 میلیونه بود. اومدم یه تعارف هم پذیرا کردم، گفتم نه من اهلش نیستم، الان هم نیستم، من آب میخورم. عرض به خدمت اومدم ما شام خوردیم، گفتم ارکسترا الان میاد فلان. گفتم ارکستر کار ندارم، پول کنم. گفتم من خوابم میاد. به من چک میدید بدید من میخوام. گفت بابا حالا تازه شد. گفتم نه چشم بردم به من دو تا چک دادن. رفتم چکه را گرفتم، یه آژانس هم به من گرفتم، پیکان 47 بود مدلش را بردم. من برد هتل استقلال. منم هتل دو بار یا سه بار هتل رفته بودم. تا سه بار تو هتل میدار کردم چکه ببینم جیب همی همه. دیدم نه جیب همه. امام حسینی دو بارم شب بلند شدم نگاه کردم. شما فکر میکنید که یه شب عظیم زاده شدم؟ نه، خاک خوردم. روزی 18 ساعت 20 ساعت کار کردم. ببین ولی پشت کارم یه طور بود، امیدوار بودم به آیه های قرآن محمد. این روزا که الان توشم همون تو آینه میدیدم که من عظیم زاده یه روز به جایی میرسم، یه روز به جایی میرسم که دنیا منت میشناسه. امروز خداوند این عزت به من داره. این هم خدا داره. خدا مجید میخواد بجرید در عرض 30 ثانیه. اینجا عظیم زاده چی لستنده؟
ولی من راه میرم میجم خدا، میشینم میجم خدا، بلند میشم میجم خدا، توکلم به خدا. خب پس بنابراین من از اینجا شروع کردم. ناامید نشید که من پول ندارم، پدرم کارمنده، نمیتونم، نمیشه. حتی میبینید چی؟ خب تنهایی نمیتونه یک کار بکنه. پنج نفر شریک باشه، ده نفر شریک باشه، یه شرکتی به ثبت بده، بیاد در کنار هم یکیتون رو به عنوان مدیر تعیین کنید، همه تون از اون تبعیت کنید، کار کنید، کارمند نشید. کارمند شدن اون فروختنه. پس بنابراین من هیچی از صفر شروع کردم، الان رو هم همسر میدرج از صفر شروع کنه و از صفر شروع کردم. الان از امزادم همه میگن محبت میکنم، به احترام میذارم. اون موقع کسی من نمیشنم. اون روز تونستم بیام رو پای خودم وایستم. این روز من رو پای خودم وایستادم، هنری نیست. الان پسر من اگر بیاد عین من باشه فایده نداره، باید رو دست من بلنشه، چون اون پسر از امزاده است. من پدری نداشتم که پشتم وایسته، ولی خب خدا را دارم، غم ندارم. خیلی عبدون آقایی، خیلی عبدون، همین تو بگره تو. من همیشه احساس داشتم یه کارهای بکنم که تک باشه، هیچ وقت کپی برداری نشدم. هم تو فرش، هم تو پروژه ساختن. پروژه من از این دقت کنی نقشش یه کشتیه، چون در کنار دریای خزری، البته ما در مقابل آقای سلیمانزاده سازنده نیستیم، ولی یه طرح کشتی را که بار کشتی رو سر برج باشه و درهای ورودش طلا 18 عیار باشه رو کشش نداریم. کشور بهم میگن کار متفاوت، کار آقای سلیمانزاده رو کپی نکردم. خب همیشه خودتون یه ارگو داشته باشید. یه نفر اومدی، یه کاری، یه کارخونه، یه ماشینه. الان این مهندس ماشین خریده مبارک چش باشه، البته ما سورم نداره. خب بله، من عظیم زاده باید برم یه ماشین یا کمتر یا بهتر از اون بخرم. کپی برداری هیچ وقت هنر نیست. خودتون یه الگو داشته باشید، برید به جای برسید. خواستن توانستن است. اونی که انسان میخواد اگر اعتقاد داشته باشه، اعتماد داشته باشه و خودش به خودش این اجازه رو بده چیم، چون این کاری میخوام باید به اینجا برسم، قطعا میرسه. به خصوص شما جوان ها، من های الان راضیم امروز دوباره برگردم به صفر، ولی سن شما رو داشته باشم. البته گفتم سنم رو کم بالا نمیدونم، 38 به بالا نمیدونم، به خدا اونقدر به خودم اعتماد به نفس دارم. اما یه جوان 30 ساله بیاد میگم با من باشگاه می پالادیوم میرم، با من وزنه بزنه بهش یه فرش ابریشم میدم. بله ولی نمیرم گلیون بیاندازم بشم سر این دوباره عوض کن، نمیدونم. آره ببین، الان من از شما یه سوال ببینم. اون چیه هیچ وقت تو عمر انسان کهنه نمیشه، اون چیه؟ نه چیه؟ اون مادره، مادر هیچ وقت کهنه نمیشه. همه چی کهنه میشه، از همه چی آدم سیر میشه، ولی از مادر هیچ وقت آدم سیر نمیشه. پدر چیه؟ شک وجود داره. یا مثلا میخواهید قطعا به خواستتون برسه، آقا شجاعت داشته باش، شهامت داشته باش، ریسک پذیر باش، نترس. حالا اومده یه بارم باخته، باخته چه باخته؟ خب من بخت نشدم به خدا، نه تخته یاد بجرم، نه ورق، فقط 21 بلدم. خدا شاید روی 18 ورق میگیرم، روی 18 ورق میگیرم، به میگم نه ترسه. خب یا ورق های کچی چشی کنی اومده گتن یا سمیاد یا چهار. خب یا 20 میشی یا 21، خب نه ترس، باخته چه باخته. از بنابراین ریسک را همیشه با خودت داشته باش. من همیشه از ریسک سود کردم. پافشاری کن، تحمل کن، پافشاری کرده به یه جای برسه، نرسیده. ناامید نشو، برو جلو، بالاخره این روز به اونجا میرسه. پس بنابراین انسانی که ناامید نباشه قطعا به خواستش میرسه. این همه چی؟ معذرت میخوام، بعضی جوانهای امروز ما قدم
مادرم به ما میرفتیم میگو پسرم برد زن گرفتیم دیروز بابا من ندیدم خب الان جمع من امروز هم این همینم ماشاءالله پنج شیش سال دوست میشم بعدا چی میخوام ازدواج کنم شیش سال از ازدواج گذاشته خب آشنا میشن هم دیگری میشناسن همه جون بعد ازدواج میکنن قدیما این نبوده ببین اون موقع چی آدم میخواد شکست نخوری باید استقامت داشته باشی این جوانا هم شیش سال استقامت داشته باشی تا به من سر برسه خوششون میاد داشتم مثلا ایده های جدید خب من یه روز رفته بودم تو آلمان کارخونه مرسدس بنز نمیدونم دوستان کدومش داشت بردم تو اشتوتگارت چون من همه جا سر میزنم به هر بیزنس دست میزنم اونجا رفتم دیدم ماشین های کوپه عرض به خدمت سقفش هلالیه این داماد من کلکسیون ماشین های قدیمی داره یه دونه میخوام کلام تادو بدم از خبری نیست عرض به خدمت من به این کارخونه مرسدس بنز پیشنهاد دادم که چون من کارم فرش ترک بلدم گفتم آقا شما باید سینه ماشینتونم هلالی باشه من موقع دم در اومدم بگم دو تا جایزه گذاشتم از این ماشین ها چه بچه ها سوار میشم بنز گفتم من یه ایده من شما پذیرفتید گفت ما اینا را جمع میکنیم از توش یه طرحی در میاره هیچ وقت نجید من نباید بگم من عظیمزاده همه کار بلدم نه آقا اینا انسان هر چی بلد باشه بازم هیچ چی بلد نیست یا مثلا من عظیمزاده میگم که آقا من هولدینگ جمع چند تا شرکت داره هولدینگ جمع مشارکت فلان میشه مال من فقط صفر تا صد مال خودم شریک ندارم نمیدونم یک مدیره همش همینطوریه بقیه همه صفر تا صد مال خودم روی این هست من دید ولی تنهایی بجم من این شرکت داره این هولدینگ که میتونم به چرخونم نه من احتیاج به زبون ها احتیاج به مدیر ها احتیاج به مشاوره دارم که بیایم نظرهامون رو جمع کنیم از توش یه چیزی در بیاریم من عظیمزاده به تنهایی نمیتونم کار کنم باید با تیمی کار کنیم اگر انسان تیمی کار کنه به یه جای برسه ما ایرانی ها متاسفانه تک محوری کار میکنیم ژاپنی ها گروهی کار میکنن چرا؟ تک محوری ما ایرادمون اینه چیه؟ من عظیمزاده خودم رو جمع میگم من از آقای مهندس بیشتر میدونم مهندس میفرمه چی من از آقای گمخار بیشتر میدونم آقای گمخار میفرمه من از آقای سلیمانزاده از سلیمانزاده میتونم از آقای جلاله این میشه تک محوره ولی ژاپنیا چون گروهی کار میکنن نظراشون رو جمع میکنن این ساختمان ساختن ما میگیم آقا سه ماه ساختمان ترش آماده است میسازن ولی ساختش 20 سال طول میکشه چینیا میان سه سال مطالعه میکنن سه ماه میسازن این میگم کار گروهه این هم چی وزنه میزنه دنبل با سه انگوش بگیریم و شله با پنج انگوش بگیریم محکم وامسته پس بنابراین گروهی کار کنه تک محوری انسان به هیچ جا نمیرسه یا مثلا من یه سوال بله بله ولی من یه سوال دارم اونو آخرش بپرسم یا نه بفرم اگر اون روزی که رفته بودین ژنو خب الان یه ماشین زمان بود اینجا میگفت آقای عظیمزاده الانش میتونه سوار این ماشین بشه بره اونجا با اون آقای عظیمزاده اون موقعی که رفته ژنو میتونه صحبت کنه چی بهش میگفتین که مسیرتون کوتاه‌تر بشه برای موفقیت ما تو ماشین خریدمش ماشین مثال میزنه مسیر را هیچ وقت باید بلند نبینی مسیر را یا تجارت را یا بیزینس را به جا اینی که تصمیم گرفتم الان بگو زاهدم زاهدان با میدون فاطمی اینجا فرقی ندون اگر فرقی بدونی بهش زاهدان رفتن سخته به جای نمیرسه هیچ کار سخت نیست در دنیا فقط یه دونه مرگ سخته چیزی برجش نداره هیچ کار سخت ندون هر کاری که اراده میکنه به راحتی انجام میدم من الان دو سه تا بیزنس تازه شروع کردم بعضی هم جنه واقعا میخوایم چه کار کنه میزنم جمالی برای چی میترسم من فقط از خدا میترسم به جز خدا هیچ بنده خدا
به تمام مسئولین احترام میذارم، به دولت محترم احترام میذارم، به نظام جمهوری اسلامی خیلی احترام میذارم، ولی ترس ندارم. ترس برای چه؟ انسان انسانه، همه انسانه. یه چی وزیری، یه چی معاون وزیر، یه چی کارمنده، یه چی کارگره، همه ایرانیه. دوم، بعضی الان امروز میام مهاجرت زیاد شد. آقا والله بالله سیمه والله خارجی چی نیست. من فکر کنم من جز به نفراتی هستم چه خیلی خارج هستم. من الان هامبورگه یا منحتن نیویورک کوچاشم میشناسم. 60 کشور رفتم. تا حالا میتونستم 5 تا پاسپورت آلمانی، امریکایی، نمیدونم انگلیسی بگیرم. یه دونه نگرفتم و نمیخوام بگیرم، نمیخوام کشور اجنبی را بسازم. من ایرانیم، به ایرانم میبالم و میمارم. ما بیاییم چکار کنیم؟ ما بیاییم وسط حرف همین اومده. ما بیاییم یه کار بکنیم، این جوانها را از کشور رضایتشون رو به دست بگیریم، به جوانها، به کشور، هرچی که ایرانی هست نزدیک بشیم. اینا حیف سرمایه های مملکت بره بیرون. ما جوان های تحصیل کرده ایرانی رو باید بکشیم بیارم کشور. ما کشورمون یعنی ناموسمون. ما به کشورمون باید احترام بذاریم، از کشورمون مواظب باشیم. چرا بریم کشور اجنبی رو بسازیم؟ هیچ وقت برای خارج رفتن، حالا مسافرت میری، برو بیا. من اگر الان اراده کنم امروز برم خارج نیاز کار بکنم چه؟ میرم اونجا بشینم عشق بکنم. ولی من افتخارم اینه که امروز هزاران تا جوون رو مشغول به کار بکنم. این افتخاره، نه چی کشور از کار رفتن. یا الان تو فکر تو یه چیزها رو از نظرت میگذره، ولی دوباره برمیگرده میشه من نمیتونم. آقا من یه مثال میزنم. خب الان دبی تابستونش 50 کردم. رویاهاتو پیاده کنید. نجید من فکرم این کار دارم ولی نمیتونم. بگو من چون این رویا رو دارم، اینه تبدیل به واقعیت خواهم شد. گرد هم میشه. ببین الان به کارگیری مثلا جوانای این روزه، خب خلاقیت ذهنه. الان چه دیجی شما ها با اصلا از این به بعد 80% تون همه تون میجید آقا من سرمایه ندارم، من نمیدونم با به خونه 30 متری هم آشپزخونه بود، هم نشیمن بود، هم نمیدونم اتاق خواب بود، همه 30 متر بود. خب ولی خب الحمدلله همه چی دارم. چرا؟ از روز اول اعتماد به نفسم بالا بود و الان هم هست. تازه شروع میکنم اول کاره. انشالله 10 سال دیگه هم دیگه میبینیم. خدا باید اون عمری های جنتی را دوباره برگردونه به من، ببینیم چی کار خواهم کرد. با مربیم چی کار میکنم؟ با اینکه 20 خورده سال ورزش میکنم، البته هیچ وقت با هوای مربی من وزنه بلند نمیکنم. مربی برم جردون برم وزنه 200 کیلو میفته رو سینه من. خب من باید به زور بازوی خودم وزنه بذارم روی میله. همیشه با زور بازوی خودم. دولت محترمه، پدر زایدار رو چش داره، البته زایدار اصل مادر داره، اینه داشته باشید، پدر دومیه. پس بنابراین با زور بازوی خودتون بچسبید به کار، قطعا موفق بشید، ناامید نشید و سعی کنید. به خصوص این جوانهای آقایون یا بعضی خانوم ها که انشالله عروس بشن، خوشبخت بشن، همه جوان ها مادر رو فراموش نکنید. نه دیجی خانمم گفته خونه مادرم نرم. نه از این شوخی ها نکنید. احترام مادر همیشه محفوظه. روز 100 بار دستی پاشو برسید اگر میتونم محفظ کنید. و اگر میخواهید در کارآفرینی موفق بشید، ببین چی کاری هستی تا حالا هیچ کس پیاده نکرده. برو دنبال اون کار. هزاران تا این موبایل را به جرده است، توش همه چی در میاد. برو دنبال اون کار. اینا را چند تا کار جفت جور کن به یه چی، از توش یه چیزی در بیار. همون جمله ایش گفتم 4 کلمه انگلیسی، آلمانی، ایتالیا، ژاپنی من بلدم، از توش یه ترشی در میاد. شما از موبایل اینا را جمع کنید، از توش یه چیزی در میاره. من چطور امروز 65-6 سالمه،
هیچی زشتم اگر جلسم داشته باشم امروز یه جلسه مهم داشته بودم این روز وقت ما گرفته است دیدم چیکار کنم گفتم آقا به من یه تلفن دروغ مصلحت آمیز من دروغ بلد نیستم حالا دروغ مصلحت آمیز گناه نداره گفتم من یه جلسه باید برم یه تلفن شده من یک ساعت نیم برم بیام گذاشتم اینا دفتر جلسه رو ادامه دادم چند تا مدیر بودم بلند شدم رفتم واقعا اون روز از جلسه شدم یک ساعت نیم برگشتم رفتم باشگاه اومدم گفتم جلسه خوب بود گفتم راستش رو بگم باشگاه بودم و بیس ما رو گذاشتیم سر رفته باشگاه باشگاه رو ترک نمی کنم بابا من شما به سن من باشی از جلو باشگاه رد نمیشه من تازه فکر کنم ورزشی شروع کردم من تازه یه سیگار نمی کشم یه گلیوم نمی کشم کسان که دنبال دودو به اونا نمیشینم نوشیدن آب میخورم نوشیدن دیگه نمیخورم چون چرا کبد چرب میشه کبد چرب بشه نمیتونه ورزش کنه دنبال اینا نره هیچ وقت موفق نمیشه دنبال کارهای سالم تفریحهای سالم بیزینسهای سالم عرض به خدمت با پدر مادر با خانم با دوست دختر تفریح جردش دوست دخترمونو بگیرید چی واقعا باشه ازدواج کنید عرض به خدمت چون حاشیه برید بیراهه میرسید حاشیه نره ببین راه مستقیم شما فکر کن رانندگی میکنه بذار از ماشین صحبت کنیم مثلا مهندس ماشین خریده دوست داره من از ماشین صحبت کنم عرض به خدمت فکر کن رانندگی میکنه کوچه پس کوچه صورتتون بیشتر از 20 تا باشه یا میزنه دیوار یا میزنه ماشین یا به آدم ولی در اتوبان مستقیم دید کافی سرعت بیشتر این مثال بزنید به همه کاراتون اگر دید کافی بشه سرعت بیشتر به مقصد میرسه چرا زاده رو میبره ماشین چون 150 تا 120 تا 150 تا سرعت میره هیچ تصادف یک در هزار شاید تصادف داشته باشه ولی به مقصد رسیدن 99 درصده تجارت همین زندگی همین بیزنس همین اتوبانی بگیر گازشو برو به مقصد میرسه من از این زاده میتونستم یه زمان 10 میلیارد 20 میلیارد 100 میلیارد تومان پول بازار ایمان دارم دوستان ما بعضی از این کارو کردن البته دوست ما بجیم چند تا توی ما خدا نکنم ما از این دوستان داشته باشم آقا من ایچی اومدم سالم کار کردم الان من 1000 میلیارد 5000 میلیارد 10000 میلیارد هر چقدر اراده کنم جنس میخرم به من میدم من تنها جنس یکی میخرم چه کم نمیدم گفتم سه ماه چهار ماه هم بدم همه میگفتم میزنن رو چشه چرا؟ چشون راحته میدونم من تا 11-12 صبح سر منگل نیستم من یا ورزش میکنم یا جاده شمالم پس بنابراین موقعی که مردم میدونم من رو ساختم یه وزارت خونه ورزش یه وزیری دیشه زنگ زده گفت من فکر کردم آقای عظیم‌زاده خودش میاد شما پسرشونه گفتم آره و ورزشکار هم هست گفتم آره موقعی که یه وزیر من به جای پسر تشخیص بده من خستگی ورزشم در میاد فکر کردم پسر عظیم‌زاده آقا دنبال کارهای سالم رفتن به مقصد رسیدنه من بیشتر وقت نشد من دوستش یه سوال داشتم من سوال ماشینی داره عرض به خدمت اینه جواب بدم دیگه تلفن بدم به دوستان و به اشتباهات و از جلسه خداحافظی